ماجرای اوکراین شنیدید. روسیه دنبال تصرف اوکراین. خب نفس این کار که خیلی غلطه. آقا به چه حقی شما؟ مردم اوکراین هم مردم هن دیگه، یه کشور هن، یه ملت هن، باید خودشون تصمیم بگیرن. چطور یه قدرتی به خودش اجازه میده که تهدید کنه، میام میگیرم، تصرف میکنم، نیروی نظامی میفرستم، سرکوب میکنم؟ به چه حقی؟ چی اجازه داده؟ تو بازی مستکبران. حالا خبری که میخوام بهتون بدم، من اطلاع دقیق دارم که این روسیه با آمریکایی روی اوکراین و ایران با همدیگه تاخ زدن. اونا اجازه بدن که اون بره اوکراین بزنه و اینم اجازه بده که اونا بیان سمت ایران. متاسفانه یه فضایی شده، بعضی وقت آدم میبینه بعضی رفتاری انجام میدن که مثل دوره قاجاره. میگه آقا چرا رفتی این امتیازات رو به اروپایی و آمریکایی دادی و اونا به تعهداتشون عمل نکردن، کشور رو به خاک سیاه نشوندن؟ یا ها مثل اینکه شما گرایش به شرق داری، گرایش به روسیه و چین داری. میگه چرا به اینا داری امتیاز میدیم؟ یا ها شما مثل اینکه گرایش به آمریکا و اسرائیل داری. آقا دوتاش غلطه، چرا باید امتیاز داد؟ بعد یه دم افتادن تطهیر میکنن. واقعا آدم تأسف میخوره. ما نه شرقی نه غربی هستیم، نه اینکه ما همه جا بجنگیم، با هم دوست هستیم، ولی باج بده کسی نیستیم. آقا چرا ایران باید به جای باج بده؟ مگه ما مستعمره ایم؟ اگه روسیه رو میگید، اون چی که تاریخ گذشته است همیشه روسیه علیه ملت ایران بوده، ملت ایران رو فروخته همیشه. حالا یه عده پیداشون تو ایران میگن تغییر کرده. این بسیار خوب تغییر کرده، بعد یه نشانه هایی ببینیم که اونی که همیشه علیه ما بوده تاریخه، نمیتونی دستکاریش کنی که اتفاق افتاده. اما اینی که میگه تغییر کرده، یه نشانه نشون بدید که آقا مگه در همین برجامی که همون هم که امضا کردن الان علیه شدن، مگر روسیه امضا نکرده پاشون؟ یه گوشش رو بگم، گفتم ولی جا داره بازم بگم. یه بند محوری داره که آقا اگر تو این اجرای برجام اختلاف شد کجا مراجعه کنی؟ هفت تا کشور، پنج تا شورای امنیت، آلمان، ایران. حالا اون شش تا همه مخالف هسته ای شدن ما هستن، ما یکی هستیم. یه هیئت هفت نفره باید به اتفاق آرا تصویب بکنن. خب اصلا این خیلی ساده است. یعنی اگر اون موقع من گفتم این مقامات ایران نخوندن امضا کردن، گفتم نه خیلی خوندیم، گفتم اگه خوندید حتما خواهید، ولی دست یه بچه کلاس ششم دبستان ایران میدادی یه دو تا چهار تا میکرد، میگفت خب این شش نفر مخالف من، شش تا رأی من یه رأی، خب همیشه من بازنده ام که. خب روسا مگه این امضا نکردن؟ مگه تمام قطعنامه ها علیه ما رو امضا نکردن؟ حالا چطور میگن که نه خیر خیلی خوب شده، گربه شد زاهد و عابد و سلمان؟ میگن بسیار خوب، ما مخالف نیستیم، انشاءالله همه درست بشن. اما دو تا نشانه هم بدید آخه. آقا همین الان رفته تاخت زده با اوکراین. من اطلاع دارم میگم، البته هشدار میدم، اعلام خطر میکنم به مقامات کشور، هوشیار باشی، خطر جنگ در پیشه، خطر هجمه در پیشه، بی خیال نباشید.
ملت که ناراضی، خب با چی میخواید شما جلوی حجم بیگانه رو بگیرید؟ اینقدر خام نباشید که برید تو این دام ها، تو بازی های سیاسی گرفتار بشید. کسی جرأت کنه که با ایران معامله، یعنی روی ایران معامله کنه با دیگران. به اونا هم البته هشدار میدن. خیال نکنید الان دولت و حاکمیت ضعیف شده، شما هر کاری دلتون بخواد میتونید بکنید. اینجا یه ملت بزرگه، هزاران سال بوده و شما هیچ کدوم نبودید. شما اکثرتون تازه درست شدید. نارضایتی هست، ناراحتی هست، فقر هست، تبعیض هست، بیاد همه اینها هست، قصه های تاریخی ملت هست. اما خیال نکنید ملت ایران رو ایران کوتا میاد. اینجا ایرانه، نمیشناسید؟ به اونها هم هشدار میده. این ملت بزرگ مواجهید، شما میشید پشت صحنه با هم دیگه قرار مدار میذارید، بعد یه مش مدیران ساده لوح در مقابل خودتون میبینید، خیال میکنید همه ملت همینطوره. خیر، ادبیاتتون رو با ملت ایران درست کنید. این دوره خواهد گذشت، ولی ملت هست. آدم ها توی مقامات و توی حکومت ها میانه میرن، اما ملت هست. ملت ایران مواجهید. بعضی اخبار آدم میبینه، بعضی صحنه ها رو میبینه، خیلی قصه میخوره. چه باید اجازه بدیم دیگران بیا ما رو تحقیر کنن؟ در چی تحقیر میکنه؟ نباید مقامات کشور از خودشون ضعف، ضعف مظلومش برن هارت و پورت کنن اسلحه بکشن، نه خیر. اقتدار بینید که به مردمتون متکی باشید. وقتی حرف میزنید 80 میلیون پشت شما باشه، حرف 80 میلیون نفر رو بزنی، اون وقت خواهید دید همه اینایی که اینقدر تاقچه بالا میذارن برای یه ملاقات، میان صف میکشن با شما ملاقات کن. دیدیم اینا رو. شما به جای که به ملت متکی باشید، ملت رو میزنید کنار.